با درود بر شما. یک هیئت از سیاستمداران شیعه عراقی برای گفتگو درباره حمایت جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی در ایران به سر می‌برد. پلیس عراق می‌گوید انفجار یک بمب در شمال بغداد 30 نفر را کشته است. هزاران یهودی و بازماندگان جنگ دوم جهانی در مراسم یادبود قربانیان کشتار یهودیان به وسیله آلمان نازی شرکت کردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز رهسپاره لندن می‌شود. این آغاز سفر دیپلماتیک با تمرکز بر روابط اسرائیل و فلسطینی هاست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای تلاش‌هایش در راه تحکیم اتحاد اروپا برنده جایزه معتبر اروپایی شارلمان شد. رهبر اصلی ستیزگران سومالی در حمله هوایی آمریکا کشته شد. صلیب سرخ جهانی میگوید بحران انسانی در سومالی وخیم‌تر می‌شود. رهبران دولت ائتلافی پاکستان برای انتصاب دوباره قضات برکنار شده توسط پرویز مشرف در ماه نوامبر سال گذشته به توافق رسیدند. بمب‌گذاری انتحاری در شمال غربی پاکستان 30 نفر را مجروح کرد. با تشکر از توجهتان. با درودی دیگربار بر شما. پرزیدنت بوش میگوید گزارش اخیر به کنگره آمریکا درباره همکاری هسته‌ای بین کره شمالی و سوریه به معنای دادن پیامی سخت به آن دو کشور و جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری آذربایجان 4 عضو نیروهای ویژه ارمنستان را بازداشت کرد. روسیه قرارداد تامین گاز یونان را با آن کشور امضا کرد. نخست وزیر اسرائیل از کشته شدن اعضای یک خانواده فلسطینی در غزه ابراز تأسف کرد. دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه با رهبران سیاسی رقیب در لبنان برای حل بحران سیاسی در آن کشور به مذاکره می‌پردازد. دولت ائتلافی پاکستان سعی می‌کند بن‌بست انتصاب دوباره قضات برکنار شده توسط پرویز مشرف را برطرف کند. اتحادیه اروپا بار دیگر ممنوعیت سفر رهبر ازبکستان به کشورهای اروپایی را تمدید کرد. پارلمان تازه ایتالیا نخستین جلسه خود را در دوره دولت تازه آن کشور به ریاست سیلویو برلوسکونی تشکیل داد. در درگیری‌ها در جنوب شرقی ترکیه یک سرباز و دو شورشی کشته شدند. با سپاس از توجه شما. با درود بر شما بینندگان عزیز، توجهتان را به گزیده خبر این ساعت صدای آمریکا جلب می‌کنم. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نشست لندن مشاورت‌های تازه‌ای را در ازای دست برداشتن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم به تهران پیشنهاد کردند. بر اثر فوران یک آتش‌فشان در شیلی 250 روستا تخلیه شده و زمین‌لرزه‌های شدیدی در منطقه روی داده است. بر اثر انفجار بمب در یک مسجد در شمال باختری یمن 13 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در راستای سرکوب چریک‌های پکاکا، هواپیماهای نظامی ترکیه امروز نیز هدف‌هایی در کردستان عراق را بمباران کردند. کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه اعلام کرده هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست نیافته و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. وزیر دفاع جنوب سودان بر اثر یک سانحه هوایی کشته شد. ارتش آمریکا در عراق شبکه القاعده را مسئول دو بمب‌گذاری انتحاری همزمان در شهر بلدروز اعلام کرد. با تشکر از توجه شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه میزگردی با شما توجه بفرمایید. دیگربار بر شما. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نشست لندن مشاورت‌های تازه‌ای را در ازای دست برداشتن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم به تهران پیشنهاد کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حاکمان نظامی برمه خواست همه فعالان در صحنه سیاسی را در همه پرسی قانون اساسی شرکت بدهند. بر اثر فوران یک آتش‌فشان در شیلی 250 روستا تخلیه شده و زمین‌لرزه‌های شدیدی در منطقه روی داده است. بر اثر انفجار بمب در یک مسجد در شمال باختری یمن 13 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در راستای سرکوب چریک‌های پکاکا، هواپیماهای نظامی ترکیه امروز نیز هدف‌هایی در کردستان عراق را بمباران کردند. کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه اعلام کرده هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست نیافته و انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وزیر دفاع جنوب سودان بر اثر یک سانحه هوایی کشته شد. ارتش آمریکا در عراق شبکه القاعده را مسئول دو بمب‌گذاری انتحاری همزمان در شهر بلدروز اعلام کرد. با سپاس از شما.
درود بر شما. پرزیدنت بوش از سیاست جنگ در عراق دفاع و دستور تعلیق خروج نیروهای آمریکایی از عراق را صادر کرد. دولت پرزیدنت بوش از جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواست از ملاقات با رهبر گروه تروریستی حماس خودداری ورزد. بمب‌گذاری انتحاری در جنوب افغانستان دست کم 8 تن را کشت. در درگیری بین مسلمانان و پلیس در بنگلادش حدود 50 نفر مجروح شدند. رهبر حزب اصلی مخالف دولت زیمبابوه میگوید در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در برابر رابرت موگابه رئیس جمهوری کنونی شرکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری زیمبابوه و رهبر اصلی مخالفان آن کشور در کنفرانس سران کشورهای جنوب آفریقا برای حل بحران سیاسی زیمبابوه شرکت میکنند. یک دادگاه روسیه تبهکارانی که 14 زن را به قتل رسانده بودند به حبس‌های 10 سال تا ابد محکوم کرد. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبتی گفت المپیک پکن باید برگزار شود. چین درخواست کمیسیونر عالی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دیدار از تبت را رد کرد. با تشکر از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه تفسیر خبر توجه کنید. درود بر شما. رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود وارد بندر تفریحی سوچی در ساحل دریای سیاه شد. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار و گفتگو با سلطان قابوس پادشاه عمان به مسقط رفت. به نوشته دیلی تلگراف روزنامه انگلیسی ژنرال پترائس فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق در یک اعلامیه شدید از جنگی سخن خواهد گفت که به ادعای او جمهوری اسلامی ایران علیه دولت کنونی عراق راه انداخته است. سازمان ملل متحد خواستار 40 میلیون دلار کمک جهانی به منظور تأمین نیازمندی‌های اولیه آوارگان دارفور شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میزبان یک گردهمایی بین‌المللی در لندن است. در این نشست که رهبران چپ میانه بیش از 20 کشور جهان شرکت دارند، گرمایش زمین، فقر در جهان و اقتصاد بین‌المللی مورد بررسی و گفتگو قرار می‌گیرد. مورگان چانگیرا یا رقیب رابرت موگابه در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه رئیس جمهوری را به تدارک جنگ با مخالفان و تغییر نتیجه انتخابات به نفع آقای موگابه متهم کرد. سالخورده ترین ژاپنی امروز در سن 113 سالگی درگذشت. با درود بر شما، همکنون سرخط چند خبر مهم را با آگاهیتان میرسانم. امروز بعد از ظهر یک فروند جت سوخوی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران هنگام فرود دچار نقص فنی شد، در فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد و آتش گرفت. دو سرنشین این جت جان سالم به در بردند. رئیس جمهوری پاکستان از رهبران چین خواست در احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی از ایران به چین مشارکت کنند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی از دولت خواست ماموران اخراجی پلیس را به سر کار بازگردانند. 1300 مامور پلیس به خاطر نافرمانی از دولت در سرکوب طرفداران مقتدی صدر از کار اخراج شدند. دیدار از پیش برنامه ریزی شده غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با محمد البرادعی از سوی تهران لغو شد. یک ایستگاه پلیس در استان قندهار مورد حمله افراد طالبان قرار گرفت. در این حمله 11 پلیس افغان کشته شدند. انفجار بمب کنار جاده‌ای در مرکز بغداد در نخستین ساعت‌های امروز موجب کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر شد. با سپاس از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه تفسیر خبر توجه بفرمایید. درود بر شما. بر اساس یک نظرسنجی تازه از سوی بی بی سی درباره نظر مردم جهان نسبت به برخی کشورها، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بیشترین نفوذ منفی در جهان را دارند. حزب رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه کنترل پارلمان آن کشور را از دست داد. مقامات ترکیه گفتند تا زمانی که لازم باشد برای عضویت در اتحادیه اروپا صبر خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که بحران اعتباری در آمریکا ممکن است به رکود اقتصادی جهان منجر شود. روسیه برای اقلیت سرب ساکن کوزوو کمک فرستاد. یکی از رهبران شبکه قاچاق کلمبیا به 30 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از پیشرفت گفتگوهای قبرس ابراز خوشنودی کرد. حدود 400 هزار پناهنده اهل براندی از تانزانیا به کشور خود باز می‌گردند. در پی انفجار گاز در پاکستان 13 تن کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بازی‌های المپیک نتوانسته است در وضعیت
وضعیت حقوق بشر چین بهبودی به وجود آورد. بانک توسعه آسیا میگوید اقتصاد این منطقه در سال جاری به کندی پیش خواهد رفت. مقامات چین وقوع اعتراضات ماه گذشته در منطقه مسلمان‌نشین زینجیانگ را تایید کردند.